سراغ بیوگرافی خواننده، ترانه‌سرا و رقصنده خیلی خوب. خواننده و ترانه‌سرا در 28 می 1976 در استانبول به دنیا آمد و بزرگ شد. سومین و آخرین فرزند خانواده‌شونه. پدرش ارسلان بایراکتار مهندس مکانیک و مادرش هم خانه‌دار بود. گلشن علاقه به ورزش‌های رزمی داشت و شروع به یادگیری کاراته کرد و بعداً هم کمربند سیاه خودش رو دریافت کرد. پس از اتمام دبیرستان وارد دانشگاه فنی استانبول شد و به خاطر علاقه زیادش به موسیقی و خوانندگی شروع به اجرا در کلوب‌های شبانه و بارهای استانبول کرد. اما چون توانایی ادامه تحصیل و شغل خودش رو به طور همزمان نداشت، پس از سال اول دانشگاه رو ترک کرد. در سال 1998 هنگام اجرای برنامه توی یک بار توسط یک آهنگساز کشف شد و برای ساخت اولین آلبوم استودیویی خودش با رسک موزیک قرارداد بست. اولین آلبوم گلشن به نام آدم باش در سال 1996 منتشر شد که باعث شناخته شدن این خواننده در صنعت موسیقی ترکیه شد. چند ماه پس از انتشار این آلبوم با مدیر کلاب شبانه‌ای که توش کار میکرد مراد وارول ازدواج میکنه. پس از ازدواجش تصمیم گرفت که مدتی حرفه خودش رو کنار بذاره. در ماه‌های پایانی سال 2000 گلشن به دلیل اختلافات آشتی‌ناپذیر از هم ازدواج با مراد همسر اولش در هیچ جای دیده نمی‌شد، پس از ترک همسرش کاملا تغییر کرد و چهره جدیدی رو از خودش نشون داد. بیش از 10 تا آلبوم رسمی و تک آهنگ‌های مشترکی هم با خواننده‌های مشهوری از جمله مراد بوز و ادیس هم اجرا کرده. جوایز زیادی هم تا امروز دریافت کرده. برای تحصیل در موسیقی، نقاشی، عکاسی و آموزش ساز هم به لندن رفت. در سال 2016 با آهنگساز و تهیه کننده سرشناس اوزان چولاکوغلو ازدواج کرد و صاحب یک پسر شدند. همسرش هم اسم پسرشو آزوربنان نامگذاری کرد و برای تأمین آینده فرزندشون حساب 1 میلیون دلاری به نامش افتتاح کردند. گلشن برای رهایی از اضافه وزن بعد از زایمان هزینه زیادی کرده. یکی از اتاقهای خونش رو با هزینه بالغ بر 500,000 دلار به اتاق مخصوص ماساژ و مراقبت بدنی تبدیل کرده. گلشن برای این اتاق مخصوص هزینه بالایی کرده و به سلیقه خودش هم چیدمان شده و همینطور ماساژور ماهری که میاد برای هر سان 150 یورو دستمزد میگیره. گفته شده که در فصل جدید مسابقه خوانندگی اوسیس ترکیه گلشن قراره که جای حادثه به عنوان داور قرار بگیره که هنوز صحت این ادعا مشخص